مخالفت بخشی از روحانیون خراسان با موسیقی در کجا ریشه دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی هفته گذشته گفته بود مردم این استان مردمی شاد هستند. ساز و دهل و تار و دفشان همه جا هست. در مراسم عروسی های ما مرسوم است که آقایان میرقصند، خانم ها میرقصند، اما کنی هم وجود دارد که خیلی به اسلام و مسلمین لطمه وارد نمی شود. همین چند جمله کافی بود تا حوزه های علمیه سراسر خراسان جنوبی را به تعطیلی بکشاند. آیت الله علیرضا عبادی نماینده آیت الله خامنه ای در استان با یادآوری جمله ای از آیت الله خمینی که گفته بود اگر در مقابل دین ما بایستید در مقابل همه دنیای شما می ایستیم وعده ایستادگی در مقابل استاندار را داد. داستان تا جایی پیش رفت که جمعی از ائمه جمعه و روحانیون و طلاب دست به تحسن زدند و گفتند تا برکناری استاندار تحسن ادامه خواهد داشت و حتی صحبت از تعطیلی نماز جمعه تا استعفای استاندار شد. در برنامه امروز نگاهی به سخنان استاندار خراسان جنوبی و واکنش‌ها به آن خواهیم داشت با یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه که از شهر ادینبرا با ماست و اینجا در استودیو داریوش محمدپور نویسنده و پژوهشگر طی برنامه ما را همراهی خواهند کرد. بسیار متشکرم از هر دو مهمان برنامه. آقای محمدپور، شما علاوه بر حوزه اصلی مطالعاتتون که حول فلسفه و دین هست، ولی در مورد موسیقی هم مطالعاتی داشتید، خراسانی هم هستید. این جمله‌ای که آقای استاندار در واقع خراسان جنوبی گفته بود بعداً به نوعی تکذیب کرد، اسخای کرد، گفت من منظورم مردم این استان نبود. بنابراین می‌خواستم بپرسم که واقعاً این جمله‌ای که در ابتدا گفته این که ساز و نمی‌دونم دهل و تار و دف این مردم همیشه به راه بوده و همیشه و همه جایی رو داشتن، آیا بهره ای از واقعیت داره؟ عنایت بفرمایید که موقعی که ما از موسیقی صحبت میکنیم، موسیقی از دین جدای ناپذیره. یعنی این تفکیک خیلی صریح و پررنگ بین دین و دنیا تفکیک غیر واقعی است، به این معنا که شما فقط موسیقی رو ندارید که صوفیان باش زندگی میکنن که بگیم فقط دفی بوده و ستار و تار اینها بوده. ما یه موسیقی داریم که خودش رو در ادبیات دینی نشون میده، از نماز بگیرید شما تا قرائت قرآن بگیرید و حتی اذان. و آخرین نمونه ای که ما خیلی آشکارا داریم مرحوم مؤذن زاده اردبیلی بود که در گوشه روح الارواح اذان رو در بیات ترک میخوند و به دلیل خاصی هم انتخاب شده بود این گوشه، به خاطر اینکه این گوشه برای راز و نیاز و مناجات با معشوقه. و اقبال و سلطان و جناب دماوندی هم اذان رو به این شکل خوندن. همین روزگارهای اخیر در همین 20 سال گذشته در جمهوری اسلامی اذان رو در شوشتری و در سگاه خوندن و چیزای جا افتاده ایست که از صدا و سیما پخش می شده. پس به این معنا موسیقی جدای ناپذیر از فرهنگ دینی مردمه. مضاف بر این، قرآن فقط اینجوری نیست که بدون لحن خونده بشه، قرآن موسیقی داره. یعنی شما اگه قرآن رو حتی بدون آواز بخونید، همجور عادی هم که زمزمه خواهید بکنید، این موسیقی کلام خودش رو یه جایی بروز میده. این نکته اول. نکته دوم این که ما از موسیقی که صحبت میکنیم، موسیقی فقط در ساز خلاصه نمیشه. مهمترین و بزرگترین ابزار موسیقی که در دست بشره حنجره است. حنجره آدمی ساز موسیقایی است. یعنی شما میتونید شروع کنید زمزمه کردن یه آیه قرآن و مخاطب رو از خود بی خود کنید. پس این تفکیکی که ما اینقدر بین دین و بین موسیقی شکاف بندازیم و فاصله بندازیم غیر واقعی است، نامعقوله و اصلا سازگاری با تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی نداره. اینجوری هم نیست که بگید آقا توی دوره پیش اومده مثلا صوفیا این کارا رو میکنن، همه مردم با این زندگی میکنن. موسیقی محلی خب یه بخشی از قصه است دیگه. شما تو خراسان اگه نگاه کنید حاج قربان سلیمانی رو دارید، بعد در منطقه تربت ایدری و خاف و تایباد اینها نوازندگانی دارن که با دوتار شعرهایی که مناجات گونه است رو میخونن، عاشقانه بوده و به هر حال یه نسبتی با این احساس عاشقانه و رازورزانه مناجات گونه هر فرد مؤمن یا آدمی که به هر حال احساسات عمیق
فرهنگی و دینی هم داره در اینجا حضور داشته. یعنی به این معنا از تاریخی نه نادقیقه نه نادرست، حالا ممکنه یه سری جزئیاتش فرق کنه ولی وجود داشته به هر حال. در واقع نگاه شما این هست که موسیقی و دین یک درهم تنیدگی دارن که اینها رو نمیشه از هم جدا کرد آقای میردامادی، ولی این نگاه پذیرفته شده در همه جا نیست، یعنی حداقل نگاه متشرعانه این رو نمیپذیره. بله، در مورد نسبت فرهنگ‌های مسلمان با موسیقی دو دسته رأی رادیکال وجود داره. یک رأی معتقد است که موسیقی در فرهنگ‌های مسلمان هیچ جایگاهی نداره و فرهنگ‌های مسلمان در واقع قهرن با موسیقی، که خب به نظر میاد که رأی رادیکالی است و از نظر تاریخی بهره‌ای از حقیقت نداره، همونطور که داروش عزیز هم به درستی اشاره کرد. اما در نقطه مقابلش هم رأی دیگری وجود داره که گفته میشه پیوند کاملا تنگاتنگه. البته این پیوند رو میشه تا حدودی به نحو تنگاتنگ جست و یافت، اما انصافش این است که بگوییم که در مقایسه با مثلا فرهنگ مسیحی که در نیایش کلیسایی موسیقی جایگاه خیلی مهم می‌داره و رکن رکینی است، البته در موسیقی در مثلا نیایش مسجدی جایگاهی نداره. اما قید مسجدی رو اضافه کردن، این به این معنی است که در نیایش به طور عام جایگاهی نداره. علاوه بر الحان موسیقایی که وارد قرائت قرآن شده و وارد مدحی شده و وارد ستایش خداوند شده، حتی موسیقی هم جایگاه داره در سماع صوفیان. و میدونیم که غزالی که دست کم در میان اهل سنت جایگاه ارتدوکسی داره، رساله‌ای داره در حلیت سماع در احیاء العلوم. و جالبش اینجاست که در واقع فیض کاشانی که تهذیب نوشته برای احیا خواسته شیعیزه کنه به تعبیری احیاء العلوم غزالی رو، بخش مربوط به حلیت سماعش رو نگه داشته. خود واژه سماع یعنی در واقع شنیدن الحان و آواز. بله. و موسیقی که همراه با رقص بوده. و قرآن هم حالا اگر که تاریخ رو کنار بذاریم که به نظر میرسه که پیوندی داره، گرته نه پیوند نیایش مسجدی اما دیگر انواع نیایش وجود داره. قبل از اینکه به قرآن بپردازم به این اشاره کنم که میان شیعیان هم عزاداری های محرم کاملا موسیقی آمیخته است. و حالا از این که بگذریم و وارد قرآن هم اگر بخوایم بشیم، خود قرآن نسبت به موسیقی ساکته، یعنی نه چیزی مثبت گفته و نه چیزی منفی. و تعابیری مثل قول از زور یا لهو الحدیث، یعنی سخن باطل یا گفتار بیهوده، که تعابیری است که در قرآن وجود داره، اونا به گفتار اشاره داره و نه به نوازندگی و صوت موسیقی. و این اساس قرآن هم نسبت به موسیقی ساکته. و اگه بخوام برگردم به سخن پرویزی استاندار خراسان جنوبی، چون یه نفر ممکنه بگه خیلی خب ما مشکل ما موسیقی نیست ولی رقص زن و مرد چی؟ حتی اونجا هم فقها آراء متفاوتی دارن. مثلا آیت الله جناتی با الف، نه جنتی، جناتی با الف که از فقهای روشنندیش قمه، ایشان معتقد است که، و البته دیگر فقها، ایشان رو به من نمونه ذکر کردم، که رقص زن برای زن و مرد برای مرد از نظر شرعی مانعی نداره. بر اساس هم موسیقی قرآن نسبت بهش ساکته، هم تاریخ اسلام نسبت به موسیقی ضرورتا نگاهش منفی نیست، گرچه نگاه منفی هم همیشه وجود داشته. نمیتونم بگم متشرعانه، چون ببینید مثلا حاج قربان سلیمانی 20 سال سازو کنار میذاره. چرا؟ چون یه روحانی بهش میگه ساز زدن حرامه، و بعد یه روحانی دیگه ای به حاج قربان سلیمانی میگه که تو ساز بزن مسئولیت شریش پای من، و بعد دوباره دست میگیره. یعنی شما نمیتونید حاج قربان سلیمانی بگید متشرع نبود. تمام در این موسیقی خراسان در واقع این موسیقی نواحی، موسیقی مقامی و بخشی با تشرع مردم پیوند خورده، یعنی ستایش خود خداوند، مدح پیامبر جزئی جدای ناپذیر از این موسیقیه. بسیار. مثل پاپ نیست که
بخواد یه ترک هم مثلا مدح امام علی بگه که از ارشاد مجوز بگیره. نه، مدح علی یا مدح نبی یا ستایش خداوند جزی جدای ناپذیر از این موسیقیه. در واقع رابطه بین دین و موسیقی به هر حال بوده، در حالا به طور عام در خراسان هم به طور مشخص، منتها این رابطه رو یه سیاست هم این وسطش بوده دیگه که به هر حال این رابطه رو میتونسته دوستانه بکنه یا احیانا خصمانه، اون چیزی که امروز مشاهدهش هستیم. این در واقع بافر سیاست با این رابطه در طول تاریخ چه کرده آقای محمدپور؟ اگه بتونید اجازه بدید یه خاطری رو نقل کنم از مرحوم صادق طباطبایی. این از منابع مختلف نقل شده و من از سورس‌های خیلی نزدیکم شنیدم این رو که ایشون نزد آیت الله خمینی بوده و قصه رو تعریف میکنه که من یه جایی بودم، آقای شجریان مهمون من بود، ایشون شروع کرد آواز خوندن و توی حیات این مرغابی ها اومدن جلوی پنجره صف کشیدن و شروع کردن به گوش دادن به آواز شجریان و واکنش آقای خمینی این بود که ببین موسیقی رو مرغابی و قاز میفهمه و بعضی ها نمیفهمه، البته به جای بعضی های اصطلاح دیگه رو به کار برده بود آقای خمینی. عرض من اینه که بنیانگذار جمهوری اسلامی هم درک موسیقایی داره، هم اذعان میکنه به اهمیت موسیقی و البته هیچ آشکار نبوده، هیچ علنی نبوده، ولی هیچ در افتادن مستقیمی با موسیقی هم رخ نداده در این دوره. و این دوره خمینی که خب سازها شکستن ولی بعداً شروع کرد آروم آروم، خب این بالا ابتدای انقلاب بود دیگه تا زمانی که این تبوتاب انقلاب فروکش بود. اما به تاریخ اگر برگردیم، بله این درگیری ها همیشه بوده. یعنی شما به حافظی که نگاه میکنید یه امیر مبارزالدینی میاد که علاوه بر اینکه خیلی متشرع خمها رو میشکنه، بادنوشی رو تحریم میکنه، موسیقی رو تحریم میکنه، ولی این چهره ها در طول تاریخ اومدن و رفتن. یعنی آخر قصه امیر مبارزالدین نبوده که مونده، این حافظ بوده، حافظی است که حافظ سحرخانه، حافظ اهل موسیقیه، حافظ قرآن هم هست و شما از ابتدا تا انتهای غزل ها رو که میخونید میبینید که این آدم صدای خوشی داشته و آواز میخونده و حافظ قرآن هم بوده و همین راز ماندگاری موسیقی بوده. یک نکته ای که آقای میردامادی اشاره کرد راجع به دین، راجع به نوحه ها، راجع به عزاداری ها، این است که در دوره‌ای که تشرع به این شکل بالا میگیره، موسیقی به دامن امام حسین پناه میبره. یعنی میره توی تکیه ها، توی تعزیه ها و مدح امام حسین و عزاداری امام حسین میشه موسیقایی، میشه در گوشه ها و دستگاه ها و ردیف های موسیقایی. مضاف بر این عنصر کلام دارید شما، یعنی شعر و ادبیات ما پیوند خورده به این حیات دینی مردم. اینجوریست که آروم آروم شما میبینید یه نسلی از متدینین نوحه خوان و مداح و کسانی که در عزاداری ها نقش کلیدی دارن در رونق دادن به این مجالس، هم موسیقی رو میشناسن، هم آواز میخونن، هم شعر رو خیلی خوب میشناسن. یعنی شما حافظ و سعدی و مولوی و نمیدونم شاعران مذهبی، به هر حال یه بخشی اینا، حالا من نمیگم مذهبی ان، بقیه که مت ائمه و نمیدونم چهره های دینی رو میگفتن، این نقش کلیدی داشتن در اینجا. اتفاقی که در دوره معاصر افتاده اینه که شما با یه نسلی از مداحان روبرو میشید که اینو با صریح گفت بی سوادند، یعنی شعر نمیخونن و شعر نمیفهمن، موسیقی نمیخونن، موسیقی نمیفهمن، موسیقی براشون این موسیقی پاپه. یعنی تمام همون موسیقی هایی که جمهوری اسلامی از ابتدا ممنوع کرده و تو سرش زده یا به هر حال در حاشیه بودن و به بخشی از فرهنگ رسمی و سنتی موسیقایی نبودن، ناگهان از دل این مداحی در میاد. یعنی این طنز روزگاره دیگه، به جای اون اصالت شما یه چیز بیمایه دارید، یه چیز ضعیف دارید، یه چیز سست دارید. حالا ممکنه این رأی شاذی باشه، یکی بیاد بگه آقا موسیقی پاپ هم بیمایه نیست، ولی عرض من اینه که به هر حال از نظر سیاست رسمی جمهوری اسلامی شما چه میدونم سراغ خانم گوگوش و نمیدونم ابی و داریوش و نمیدونم حسن شمایی زاده نمیرید به هر حال، ولی این مدعا همین کارو کردن، دقیقا همون موسیقی رو بردن اونجا. یعنی اون موسیقی که هزاران سال رفته و زیر دامان امام حسین پناه برده بود، حالا انداختنش بیرون، همون موسیقی که به دلایل مختلف رعایت های شرعی، تقید های شرعی مغضوب بود یا محبوب نبود، دوباره رفته اینجا پناه گرفته. یعنی داره یه فرهنگ دینی رو از درون تهی میکنه. میبینید یه تناقض شما میبینید تو این ماجرا. آقای میردامادی، اگر از زاویه واکنش هایی که امروز به این اتفاق داره نشون داده میشه بخوایم ببینیم، چون به هر حال اینم یک روانشناسی داره دیگه، اینکه عده‌ای ده ها نفر چه بسا بیشتر روحانی میرن در یه مسجد میشینن تحسن میکنن، اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ اونها دقیقاً به جنگ چه چیزی رفتند؟
به نظر من اونها به جنگ چیزی رفتن که من اسمش رو میذارم سنت علیه سنت. البته با این توضیح که سنت اولش داخل گیومه است، یعنی یه سنت ایدئولوژیک که معترضان که عموما هم پاره روحانیان بودن نمایندشن، یه سنت ایدئولوژیک علیه یک سنت کاملا ریشه‌دار، اصیل، کهن، قوی و قویم. ببینید قبل از اینکه توضیح بدم مرادم چیه از سنت علیه سنت، اجازه میخوام یه ذره این اتفاقاتی که در خراسان جنوبی افتاد رو بگذاریمش در یک جورچین یا پازل بزرگتری. به نظر من اون چی که در خراسان جنوبی اتفاق افتاد حلقه جدیدی از یه زنجیری که آقای علم‌الهدا امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اون زنجیر رو بافته و بر کل خراسان انداخته، نه فقط هم خراسان رضوی یا مرکزی بلکه همه ی سه خراسان. حلقه های دیگه این زنجیر رو اگه بخوام اشاره کنم که تصویر کلی تری ازش به دست داشته باشیم، مخالفت با کنسرت، فشار برای تغییر نام تیم ابو مسلم خراسانیه، تغییر نام خیابان ایرج میرزاست، پاک کردن اون نقاشی های الهام گرفته از شاهنامه فردوسی از میدان فردوسی مشهد و همچنین بی‌اعتنایی گسترده نسبت به تخریب آثار ملی در خراسان و به ویژه مشهد، مثل تخریب نخستین مهدیه کشور، مهدیه حاجی عابدزاده، که با وجود اعتراض های علاقمندان با آثار ملی تخریب شد و گفته می شد که این تخریب با نظر مساعد آقای علم‌الهدا بوده. حالا بامزهش اینجاست که این حسینیه کهن که بیش از 70، این مهدیه کهن که بیش از 70 سال سابقه داره، تخریب شد که یه دانشگاه بین‌المللی دینی به نام جامعه المصطفی ساخته بشه. با تخریب هویت دینی اینا میخوان سنت رو احیا کنن. این اون تناقض و بامزگیه که میگم سنت علیه سنته. چرا؟ چون موسیقی خراسان تاریخ کهن ایران باستانی داره، تا دوره اشکانیان برمیگرده و فارابی که خودش بچه خراسانه و اهل فارابه، در الموسیقی الکبیرش بخش میگه دو نوع تنبور وجود داره، تنبور بغدادی و تنبور خراسانی، و اوصافی که از تنبور خراسان میده در واقع تطبیق میکنه با دوتاری که در خراسان وجود داشته. و میدونیم که قدمت چنین موسیقی در خراسان به ویژه شمال خراسان، موسیقی نواحی، موسیقی مقامی چنان بالاست که یونسکو در سال 89 در واقع این موسیقی سنتی بخشی های خراسان رو یکی از 10 اثر میراث معنوی ایران شمرده و ثبت کرده. با چنین سنت موسیقایی در افتادن، به نظر من در افتادن با سنته. و بامزگی داستان اینجاست که پس از انقلاب گفته میشد که ما باید به ریشه های خودمون برگردیم، از غرب زدگی و شرق زدگی، تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی فاصله بگیریم، برگردیم به ریشه های خودمون. خب چه چیزی ریشه دارتر از این موسیقی نواحی و مقامی خراسان که نه تنها ازش حمایت صورت نمیگیره بلکه جلوی کنسرت ها گرفته میشه. و جالبش اینجاست آقای علم‌الهدا بعد از اینکه با کنسرت مخالفت کردن و خب انتقادهای زیادی به ایشون شد، از جمله خود آقای روحانی رئیس جمهور فعلی گفتن که به آقای علم‌الهدا گفتن که این نقاره های حرم هم که خودش کاملا یک سنت موسیقایی است که پیوند داره حتی با حرم امام رضا، این رو هم شما باید تعطیل کنین. آقای علم‌الهدا در پاسخ به این انتقادها یک استدلال شگرفی کردن و گفتن که ما با موسیقی مخالف نیستیم، با کنسرت مخالفیم. خب چرا شما با کنسرت مخالفین؟ گفتن برای این که فساد میاره. خب چرا کنسرت فساد میاره؟ گفتن برای این که اختلاط زن و مرد میاره. خیلی این استدلال شگرفه. چرا؟ ببینید برای این که بیوزنی و شگرفی این استدلال معلوم بشه، من مجبورم که خیلی کوتاه آقای میردوادی من پارودی یا نقیزه درست کنم. این مثل این میمونه که کسی بگه من با کتاب مخالف نیستم اما با کتاب فروشی و کتابخانه مخالفم، چون اونجا اختلاط زن و مرد ممکنه صورت بگیره. با غذا مخالف نیستم ولی با آشپزخونه عمومی و اغذیه و رستوران مخالفم. چرا؟ چون اونجا ممکنه اختلاط صورت بگیره. با فیلم مخالف نیستم ولی با سینما مخالفم،
چون سینما بالاخره ممکنه اختلاس صورت بگیره. هر چقدر این استدلال ها وزن داره که خب قاعدتا هیچ وزنی نداره، استدلال آقای علم الهدا هم که میفرمایند که با موسیقی مخالف نیستیم ولی با کنسرت مخالفیم، هم همون مقدار وزن داره. بسیار ممنون. بخش اول صحبت جان میردامادی بس سنت علیه سنت، حالا تو این کشتی سنت علیه سنت فکر میکنید که کدوم طرف خواهد برد به یک معنای معبد؟ ببینید تصمیم گیری ها درباره اینه که چی باقی میمونه عمدتا مردم تصمیم میگیرن و مردم همیشه توی جامعه توی کشور باقی میمونن. سیاست مداران رو نمیدونم ائمه جمعه منصوب میشن، تمام میشن، میرن، یعنی یا از مقامشون عزل میشن یا جان به جان آفرین تسلیم میکنن، ولی این مردم به معنای کلان مردم فرهنگی و تاریخی باقی میمونن. ببینید محمد رضا شجریان قاری قرآن بود، از قرآن شروع کرد و بدون هیچ تردیدی فهم مردم ایرانی از شعر حافظ و مولوی و سعدی و عطار مدیون محمد رضا شجریانه. یعنی اگر اون نمی بود شاید تعداد بسیار بسیار کمتری از مردم این شعر رو میشنیدن و این شعر یه مضامین فرهنگی داره که بدون او شما نمیتونستی کارش بکنی. در نتیجه این سنت علیه سنت، شاید من یه حاشیه‌ای لازم باشه بدم، اینی که آقای میردامادی درست میگه اون سنت اولی تو گیومه است، ولی من شنیدم این ور اون ور که میگفتن آقا ولی میدم نماز جمعه رو تعطیل میکنیم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم. خب اشکال نداره، باشه، شما به بهانه این موسیقی میخوای تعطیل کنین، همین قرآن به شما میگه فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون والذین هم یراءون، پس نمازم نخونید. مثل این میمونه که شما برید گریبان خدا رو بگیرید، بگید اگه این و این اتفاق نیفته من دیگه نه نماز میخونم نه روزه میگیرم نه حج میرم. خب حب زابر چونین مسلمانی، خب این مسلمانی نیست دیگه، این از درون تویی که من حس من اینه که این دعواها و نزاهای سیاسی میاد و میره، میگذره، تمام میشه. موسیقی سر جای خودش میمونه. آقای علیزاده در به سر همین دعواهای اظهار نظری کرده بود، گفته شما هر کار میخواید بکنید بکنید با این موسیقی، در مشهد هم فکر کنم این گفته بود. این 33 پل همچنان میمونه، منم که افتادم مردم و رفتم نام ماها میمونه تو اینجا ولی نام شماها نمیمونه. یعنی این موسیقی چنان به جان مردم دیندار و غیر دیندار پیوند خورده که شما هر چه تلاش بکنید توف سر بالاست، خودتون رو ضایع میکنید. میگه چو تیره شود مرد را روزگار، همه آن کند کش نیاید به کار. شما میخواید موسیقی رو ریشش بکنید، حالا اسمش اینه که آقا ما با کنسرت مخالفیم، با حواشیش مخالفیم، ولی شما دارید کل بساطو دارید ریشه کن میکنید و با این کار فرش از زیر پای خودتون میکشید. فردا به یه جایی خواهید رسید که دیگه مردم به خود شما گوش نمیدن، دیگه همون دعوتی که به اصطلاح خودتون قراره به دین و به خدا بکنید، مردم میرن دین رو در صومعه و در میکده و جای دیگه میجوین، نه در منبر شما. اشکال اینه که این سنت از درون شکست میخوره و این اسمش سنت نیست. سنت اون چیزی که میمان، سنت ماندگاره، نه معنی یه چیز کهن چه میدونم فرتوت نحیفی که هیچ قدرتی نداره. یه چیزی وجود داره که پویاست و زنده است و با مردم باش زندگی میکنن. شما نمیدونم از جنوب خراسان فقط موسیقی که موسیقی فولکلور نیست که بگیم حالا خانم سیما بینا اومده این دالایی ها رو جمع کرده، این آواها و نغمه ها رو جمع کرده. موسیقی دینی داری، موسیقی غیر دینی داری، یعنی اگه کسی اهلش باشه، اگه کسی مستعد باشه و زمینه فرهنگی و فکری رو داشته باشه، با آواز و شعر حتی حسن شماعی‌زاده هم میتونه به عرفان برسه. اینو جدی دارم عرض میکنم خدمت شما، شما باید جنست مساعد باشه. جنست اگه مساعد نباشه قرآن هم بخونی کافر میشی، نماز هم بخونی ریا میکنی، صحف میکنی، روزم بگیری دینداری رو شکست میدی. یعنی این تفکیک ها خیلی تفکیک های غیر معقولی است. مشکلش اینه که در واقع ولی با یعنی این نگاه، حالا درست غلط موافق مخالف حتما خواهد داشت، ولی با این نگاه اون دستگاه دین در معنایی که ما میشناسیم دوچار مشکل میشه. یعنی اون دستگاه یه ذره موضوعیت خودش رو از دست میده. آقای میردامادی زیر دو دقیقه فرصت داریم. عرض کنم که دستگاه دین همچنان که اشارم شد به لحاظ تاریخی همیشه از موسیقی استفاده کرده برای اینکه بخش جدای ناپذیر از دین در واقع تسعید و این دستگاه دین که گفتم منظورم این سازمان روحانیت و اینها بودا، میدونید یعنی جلوه ظاهری ماجرا. ببخشید. بله اون بخش معمولا مخالفت هایی داشتن، ولی حتی اون هم من به عنوان کسی که از حوزه برآمدم میدونم که تعداد روحانیانی که دست به ساز دارن با دستگاه موسیقی آشنان، اهل آوازن، به شدت رو به افزایشه.
به لحاظ تاریخی هم میدونیم برادر علامه طباطبایی اهل موسیقی بود و اهل ساز بود و دیگر عالمانی هم در اصفهان عالمانی داشتیم اهل موسیقی و ساز بودن، حتی در میان روحانیان برجسته، گرچه خیلی در حاشیه. من فکر میکنم اگر این فشار ایدئولوژیکی که هست برداشته بشه، حتی ما در آینده ممکنه با نسلی از روحانیان هم مواجه باشیم که دستی به ساز و آواز دارن و با دستگاه های موسیقی آشنان، و این مخالفت که صورت میگیره به نظر من این مخالفت ایدئولوژی که دم انتخاباتی. چند جمله پایانی از شما بشنویم. تنها چیزی که من میتونم اضافه کنم همین این غزل حافظه دیگه، میگه چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. این ماجرا به این شکل نمیمونه، به همون دلیلی که من عرض کردم خدمت شما که موسیقی چنان به جان مردم پیوند خورده که شما هر حالا شما اسمش بذار کنسرت، اسمش بذار تار، ستار، نمیدونم دف، چه میدونم نی، هر چی که هست، فقط در موسیقی مذهبی که توی مجالس مذهبی و دینی و یعنی میدونم صوفیانه میخونن خلاصه که نمیشه که. شما ریشه اینو بخواید بکنید، تکلیفتون رو با اذان روشن کنید، با نماز خوندن باید روشن کنید، با قرآن باید روشن کنید. شما با شهاد انور چه میکنید؟ با عبدالواسط چه میکنید؟ این موسیقی دیگه، شاه خودم که نداره. شما میتونید اینو بذارید جلوی یه طفل، من اینو آزمون کردم، یه بچه 5 6 ساله میتونه بشینه قشنگ با این برقصه. حالا من این رقص، رقص مجلس عروسی نیست دیگه، یه چیزیه که جسم و جان آدمی رو یکی میکنه و هم نوا میکنه و هماهنگ میکنه. بسیار بسیار ممنونم داریوش محمدپور و یاسر میردانوادی، خیلی ممنون از هر دوی دوستان و سپاسگزارم از شما که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس است، آدرس ما هست bbcpersian.com/safedo، و برای مدت طولانی تر برنامه رو روی صفحه فیسبوک ما مجددا میتونید ببینید، آدرس ما هست facebook.com/safedo. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتان خوش. We'll be right back.